آی دکتر من خیلی تو مقدمات یه کارایی کردم، با کدومشو میخواین شروع کنید؟ شما به من بفرمایید که این کارو نکردید که این بار دوم باشه. دفعه گذشته تا اونجایی که خاطرم میاد فرمودید این دفعه دیگه به صورت سورپرایز و اینها نخواهد بود. یه بحثی رو در این چارچوب که متاسفانه من فراموش کرده بودم بهش اشاره فرمودید، ولی آمدم و با دو سه تا چیز شروع شد. البته یکیش حادثه تاسف بار خودکشی رابین ویلیامز بود. آدمی در 63 سالگی چرا دکتر از پا در میاد در مقابل افسردگی؟ من درباره ایشون چیزی نمیدونم، اما دو تا مطلب برای من جالبه. یکی میدونید در گذشته ها یکی از تعریفی که برای انسان بود حیوان خندان بود، چون فرض بر این بود که هیچ موجودی غیر از انسان نمیخنده. حالا درست ممکن امروز برخی از حیوانات از جمله میمون دندوناشو نشون بده و شاید هم یه حالی داشته باشه، نمیدونم، ولی این تعریف کار رو به اونجا رسون که اتفاقا نیچه در چنین گفت زرتشت به این نکته اشاره میکنه که میگه من و فقط من تنها میدانم که چرا انسان تنها میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرده است که چاره ای جز اختراع خنده نداشته، بنابراین شادترین موجود غمگین ترین آن است. یه مطلبی در این مضمون واقعا بیان یه واقعیت، میدونید یه فری رفت پلو دکتر روانشناس و گفت من بسیار افسردم، بسیار ناراحتم، افکار عجیب و غریبی دارم. دکتر راه‌های مختلف رو بهش نشون داد، دارو بهش داد، بعد گفت یه پیشنهاد به تو دارم. در این شهر هم اکنون یه سیرکی هست و یه دلغکی اونجاست که واقعا آدم اونجا که میره مدت‌های طولانی انسان رو میخندونه، چون توانایی فوق‌العاده‌ای داره و شادی از وجودش میریزه و هر کسی که اونجا میره به خاطر کارهای او بسیار میخنده. اون فرد گفت مطمئنم چنینه برای که اون دلغه که خود من هستم، یعنی همون کسی که باعث خنده همه میشد این گونه بود، برای که این جنبه های اتفاق دوگانه چنینه. به همجه است که خیلی از اوقات وقتی آدم ها خیلی خوشحال و شادن به خاطر اینه که از پا نیفتنده، برای که سرشون رو بالای آب بگیرن که از بین نرن. بنابراین و متاسفانه کسانی که وارد حتی یه چنین راهی میشن برخی از وقت معناش این نیست که آدم های شاد خوشحالی همراه با لذت و رضایت هستن، برخی از وقت این یه مکانیزم دفاعی و جبرانی است. و چون من چیزی راجع به ایشون به عنوان ویژگی های شخصیتیشون نمیدونم، ولی یکی از اون کسانی بوده که حالاتش و حرکاتش همیشه برای من جالب و جاذب بوده و مخصوصا حالتهای خود به خودی و اسپانتینیسش که معلوم بوده بر اساس قرار قبلی نیست بلکه در این شرایط و وضعیت به وجود میاد، شما امیدوارید که ته وجود یه چنین آدمی شادی و لذت و رضایت نشسته باشه، ولی حالا با توجه به کاری که کرد که او رو تا اون مرز برد معلومه که چنین. معمولا این افراد ممکنه افسردگی نداشته باشن، دو قطبی باشن، منیک دیپرشن داشته باشن، یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشی. و میدونید مطالعاتی که در امریکا برای مدت طولانی عمیق و سنگین صورت گرفت نشون داد 38% از بهترین هنرمندان امریکا دو قطبی یا منیک دیپرشن هستن، برای که اینا هم قله ها رو دیدن و هم دره ها رو. بنابراین برای بیشتر مردم که در جاده ها زندگی میکنن حرفی برای گفتن و یا آمادگی برای ارائه هنر دارند. خب امیدوارم که روح شاد باشه. اجازه بدید برگردیم به دیپلماتی که با شما کاملا مخالف بود و اصلا معتقد به این نبود که عشق با فاصله سنی به وجود نمیاد، بلکه راز طول عمر خودش رو و این که هنوز هم بسیار قبراق و سرحال هست در داشتن این نوع رابطه میدید. البته ایشون یه طرف ماجرا بود که داشت اینو ابراز میکرد. من شانس گفتگو با اون خانم 30 ساله رو طبعا نداشتم. نه ممکنه تا جوابی راضی‌تر و خوشنودتر از ایشون هم میگرفتی. اولا یک، من درباره استثناءهای هیچ وقت صحبت نکردم و نمیکنم. میدونید که از حرفایی که اون دکتر جردن معروف که خیابون جردن به اسمش هست میگه ما ایرانی ها استثناء خانیم. یادتون هست که شما یا کسی میرفت توی مغازه میگه آقا این کفش چقدر، مثلا میگفت 100 تومن، میگه به من چقدر میدی، میگه به شما 80 تومن میدیم. گویی ما سالهای سال هم دیگر میشناختیم، ما دوست داریم همیشه استثناء باشیم، وقتی صفی هست ما باید بزنیم جلو دیگه، ما استثناء هستیم. بهمجرد میگفت ایرانی استثناء خانه، خیلی حرف عجیبی نیست، شاید ایشون استثناء باشن. دو، اگر خاطر عزیزتون باشه من عرض کردم روزی که یک زن و مرد مسن
به پسر و دختر جوانی علاقه من میشن، خب اینا خیلی خوش ذوق و خوش عرض کنم قریحه، یه مقدار عرض کنم شیدان، خیلی چیزا هستن، خب خیلی هم خوبه و ای بسا برخی از اوقات چنینن، ولی پرسش در خصوص اون دختر خانمی است که با یک موجودی و یا یه بدنی که به هر حال طبیعت به خودش اجازه داده او رو به هم بریزه در ارتباطه و هنوز اون رو زیبا و جالب و جاذب مینه. به همینجا درس کردم از جانب یه فرد مسن همیشه میتونه خودخواهی و خوش سلیقه‌ای باشه، ولی از جانب اون دختر خانم جای گفتگو داره. اینو شما امیدوارم ابدا ارتباطی به این دوست عزیزی که اشاره فرمودید نداره، ولی ماجرای پراستیتوشن و روسبیگری هم فقط به دلیل پول یه چنین کاری رو حتی با فاصله 100 سال هم ممکن میکنه. پس اون بحث بکنه. مطلب دیگه اشاره فرمودید، چون خوشبختانه اسمی مطرح نیست، دیپلماتن و خب اصولا کار دیپلمات کار سیاسیه و یا سیاسی بودنه و معمولا خیلی پس و پیشی شاد نداشته باشه. نمیخوام بگم شما به پزشک مراجعه کنید بگید از هر 1000 تا مرد 92 ساله اگر اشتباه نکنم شما فرمودید چند نفرشون اصولا توانایی جنسی به دلیل سیستم کار میکنه، درصد خیلی خیلی کمه اگر اصلا باشه، اونم هفته دو بار. ولی چه ارتباطی به عشق داره؟ از کی تا حالا رابطه جنسی معادل شد با عشق؟ من شما فکر کنم بحث عشق داشتیم و من در جلسات گذشته کوشش کردم که در حالی که ریشه و ثمره عشق و رابطه جنسی بدونم، او رو چیزی از نوع دیگری ابراز کنم. اگر هنوز ماجرای اون احساس و عاطفه و هیجانات ریشه در رابطه جنسی یا در هدف رابطه جنسی داره، خب اون برداشتی است که حداقل با نظر من نمیخونه و به هیچ وجه به هیچ وجه اینکه یک مرد یا یه زن 100 ساله لذت میبره، شور و شوق و هیجان پیدا میکنه، اشتیاقی پیدا میکنه در داشتن رابطه جنسی با یک پسر و دختر، حالا حرف غیر قانون نزنیم، 18 ساله، چیز عجیب و غریبی نیست، ولی به عشق ارتباطی نداره. اینکه من یه چیزی رو خیلی میخوام که نشانه عشق نیست. اون وقت اگر کسی به دنبال هروئین هم هست، باید او رو عاشق هروئین بدونیم. با اون مبانی و ملاک‌ها نمیخونه. به علاوه ایشون اگر یه چنین حال استثنایی دارن که خودشون میدونن استثنان، من مطمئنم اگر به 100 نفر مرد 92 ساله مراجعه کنن شاید ایشون تنها کسی باشن که یه چنین توانی دارن و یه چنین اشتیاقی. اولا استثنا هستن در عمل اگر چنینه، و دوم من ارتباطی اون رو با عشق نمیدم. من و شما فکر کنم گفتگومون متفاوت بود از اون بحث، ولی اگر ایشون به این دلیل نظر متفاوتی دارن کاملا حق دارن و من هم باش مشکل و مسئله ندارم. البته در صحبت که با من داشتند توجیه جنسی نمی کردن از قضیه، یعنی واقعا می گفتن که یک رابطه دو طرفه عاشقانه است. نه من اشکالی نمی بینم. ببینید من حالا که اینجوری شد یه ذره شایدم خدمتون عرض کردم، فکر میکنم عرض کردم، من آقای در ایران بودند که ایشون 27 سالش بود در جایی که من کار می کردم، حتی میگم در دوران سربازی، و ایشون عاشق پیر زنان 80-90 ساله‌ای بودن که میگفت تا بدن چروکیده نباشه، تا حتی در جهت رابطه جنسی برخی از اون مویرگ ها که میتونه پاره بشه منجر به خون ریزی نشه، من اون حالت ارگزم و کلایمکس رو ندارم. ولی بعدا در گفتگوهایی که با داشتم فهمیدم تا 4 سالگی تو بغل مادر بزرگ سیگاری تریاکیش میخوابیده و بنابراین این اشتیاق در مغزش و این شرطی شدن از اونجا آمده بود. و الا یه پسر 27-28 ساله که دنبال زن 90 ساله بگرده و با دخترهای همسن و سالش کاری نشه، شما میتونید همیشه مثال بزنید، مورد استثناء هست، ریشش هم از نظر علمی و آنچه که در مغز اتفاق میفته میبینیم، ولی کسی نمیتونه بگه پس حالا این آقا عاشق اون خانم 90 ساله بود. اگر شما درباره رابطه جنسی صحبت میکنید جناب فروزنده، بگذارید من یه مقدار انحراف و بدترش کنم، ما رابطه جنسی انسان با حیوانات رو هم همه جای دنیا و به میزان فراوانی داریم، ولی این نشون دهنده این نیست که ما موضوع رو به مسئله عشق مرتبط کنیم. متشکرم از توضیح بسیار
سازنده تو. اجازه بدید بریم سر اصل مطلب. خواهش. بریم سر تنهایی. تنهایی برای ما هم خدا رو ساخته، هم عشق رو ساخته. اگه ما این قدرت شما رو... میشه از همون دیپلمات بخواید با من صحبت کنن، چون حرفاشون حداقل به واقعیت نزدیک. شما تصمیم گرفتید که تنهایی هم عشق رو ساخته هم خدا رو. هم خدا رو. بسیار خوب. اگر که شما میتونید پنبه منو بزنید اصلا، برای همین کار اینجا هستیم. پنبه ببینم اصلا. ولی دکتر اگر بشر این قدرت رو داشت که طبیعت رو بفهمه، نیروهای داخل طبیعت رو بفهمه، این معادله رو درست حس بکنه، چرا به سراغ خدا می رفت؟ آیا گرایش به عشق در انسان ناشی از تنهایی نیست؟ خب جواب اولش چرا انسان، آیا انسان به سراغ خدا میرفت؟ خدا رو ساخت. نه نه، حالا خب آخه شما یه فرض بگید، حالا اگر خدا اومده سراغ انسان و اگر وجود داره چی کارش کنیم؟ چون شما اونه که نمیتونید اولی رو ثابت کنید دومی رو رد کنید. بنابراین شما یه عقیده دارید که انسان خدا رو ساخته. من درباره محتوا و تعریف خدا با شما مخالفت ندارم، ولی درباره حس و احساسش نظر دارم. و بعدم اون برای قضیه اگر خدایی باشه و اگر آنگونه که گفته شده، فکر کنم جلسات قبلا اشاره کردم، او این حس و احساس رو در ما گذاشته، پس از اونجا میاد. ولی آخه شما یه فرض رو بر این گرفتید که باور و اعتقاد یا نظر و حس و احساس ما راجع به خدا چیزیست که انسان‌ها درست کردن. ولی وقت بعد باید یه ذره توضیح بدید از کجا به این صورت بیاد و بقیه ماجرا. دومین نکته‌ای که اشاره فرمودید، اتفاقا این یکیش رو خیلی براش نکته جالبیه تو صحبت شما، و اون اینی که دقیقاً باید این جمله تند و گفت بعد توضیح عرض میکنم. هرگز 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 آدم تنها عاشق نمیشه. بنابراین پس میبینید اتفاقاً این یکیشو که بحث علمیه میشه نشون داد اصلا درست نیست. حالا راجع به خودش که بحث فلسفی و عرض کنم اعتقادیه موضوع دیگریست. حالا میخواید من یه توضیح عرض کنم برای موضوع تنهایی که من میفهممش. تنهایی دو تا جنبه و جلوه داره. یکی جنبه و جلوه‌ای داره که میشه مسئله رو در حالت فرد گذاشت و برمیگرده به فردیت و یکتایی انسان، یعنی اون چیزیست که برمیگرده به بحث هستی، یعنی جنبه اگزیستانشیالیستی داره. یعنی من و شما موجودات منحصر به فردی هستیم، هیچ موجودی در جهان شبیه و مانند نداشته و نداره، هیچ موجودی در جهان شبیه و مانند نداشته و نداره، در جهان هیچ چیزی شبیه دیگری نیست. تازه اگر راجع به خود انسان هم شما حرفی بزنید و فکری بکنید، وقتی گفتگوی من و شما درباره انسان هست، انسان مثل یه رودخانه است که حتی لحظه قبلش با لحظه بعدش شبیه و مانند نیست. پس بنابراین اصل وحدت، اصل یکتایی و یگانگی در همه اشیا وجود داره. بنابراین افراد باهوش برخی از اوقات اونچه که به عنوان استراب هستی میشناسیم، existential anxiety، به اینجا میرسن که تنهای تنها، به دو معنی. یکی اینکه هیچ کس شبیه و مانند اونها نیست، دوم هیچ کس اونها رو هرگز نمیشناسه، حس نمیکنه، احساس نمیکنه و درک نمیکنه، و برتر حتی خودشون هم از وجود خودشون بیخبرن. پس این مفهوم تنهایی است که بحث در حقیقت فلسفی علمی ماست و بکنار. اما بریم با اجازتون سراغ مفهوم تنهایی، چون تو صحبت شما یه دوتا نکته فوق العاده مهم بود. مفهوم تنهایی با یه مفهوم دیگه غالبا اشتباه میشه و اون مسئله جدایی. جدایی یعنی بی او بودن. جدایی پدیده عادی است. شما به امریکا تشورید، از ایران و هموطنان و عزیزانتون در ایران جدا شدید، بنابراین اینجا مفهوم بی او بودنه، در حالی که تنهایی یعنی بی کس بودن، یعنی کسی نیست، یعنی اصلا انسانی نیست. چرا انسان نیست؟ برای که من انسان نیستم. من انسان بر اساس تعریفی که به من داده شده خودم دارم نیستم، یعنی من خوب نیستم اگر بخوام، و هیچ کس دیگه هم خوب نیست. بنابراین ما به اون دلیل تنهایی. در عمق تنهایی یه واقعیت و یه باور عمیق و سنگین نشسته که من بدم و تو هم بدی و رابطه بده و نتیجه رابطه بده،
بنابراین اون شعر عمیق سنگین فارسی رو داریم که شاید یکی از عمیق‌ترین اشعار فارسی است. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، به این تنهایی خو کن برای که از این بدنها، از این تنها بلا خیزد. هر زمان که سراغ هر بدنی بری باید آماده بلا باشی. بنابراین به تنهایی خودت عادت کن، خو کن، اون رو بفهم، بپذیر. چرا؟ برای اینکه دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. بنابراین در این شعر عمیقا اون واقعیت علمی نهفته است که ما علت تنهاییمون است که من بدم تو بدی، و بنابراین شما وقتی سراغ آدمای تنها میرید نمیخوان دیده بشن، نمیخوان شنیده بشن، نمیخوان کسی رو ببینن، نمیخوان کسی رو بشنون، همه جا اگر لازم باشه دیر میرن، همه جا زودتر میان، اونجا هم که هستن در قالب تنهایی خودشون یه گوشه میشینن و به حساب خودشون یا دیگران رو نظاره میکنن و مسخره میکنن یا در دنیای خودشون قوطه ورن. بنابراین مفهوم تنهایی در حقیقت یه مفهومی است معادل یه احساس بد عمیق و سنگین، و به همین جهت بود که در آغاز خدمتتون عرض کردم هرگز نه با عشق ارتباطی داره نه با ازدواج مسئله حل میشه. حالا چون میدونم مطالب متفاوتی هست و تو صحبت شما هم درباره تنهایی بود، خوشحال میشم اگر چیزی به نظرتون میرسه مطرح کنید، من در خدمتم. ببینید نکته ای که به نظر من رسید، من نمیتونم این جریان رو در مورد خدا کنار بگذارم، برای اینکه یه جوری ارتباط پیدا میکنه. خلق خدا ناشی از ترس انسانه و نشناختن نیروهایی که در طبیعت هست. آخه نمیتونین اثباتش کنین، میتونین بگید این باور منه، من ساکت میشینم. اصلا همچی چیزی از نظر اثبات یه قضیه مطلقا اصلا هیچ راهی نداره که من و شما بیان بگیم این تصور، این باور برعکسش چطور؟ و عکسش هم از هیچ دلیلی هم برای وجودش هیچ کس نداره. پس یه بحث بی حاصله. بحث در حد یه بحثی که چه هست بی حاصل نیست، در اینکه انتظار جواب هست یا نیست داشته باشیم حتما بی حاصله. به همجاست که هیچ کس هم از این گفتگو به جایی نرسیده. آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، رهزین شب تاریک نبردن بروز یا برون، گفتن فسانه یا در خواب شدن فسانه است. اتاق فرمان، آیا کلیپی که خواستم آماده است؟ آماده است؟ بله. شما کمک میخواهید؟ بله، و کسی که به نمیدونم به کمک من میاد یا نه، ولی علی شریعتی، اجازه میدید یه گوشه از حرفای شریعتی بدون تعریف، چرا که نه، تنهایی و عشق با هم گوش کنیم؟ حتما خوشحال خواهم شد. با هم نگاه میکنیم به صحبتهای علی شریعتی چند دقیقه است. مثلا انسان یک موجود تنها، انسان یک موجود تنها در تمام قصه ها، در تمام اساطیر انسانی، در تمام مذاهب بشری در طول تاریخ، به انواع گوناگون، زبانهای گوناگون بیان شده است که رنج انسان تنهاییش در این عالم. این تنهایی چرا؟ ایکرون میگه که تنهایی زائیده عشق و بیگانگی. راست، کسی که عشق می‌ورزد به یک معبود، به یک معشوق، با همه چهره های دیگه بیگانه میشه و جز در آرزوی خود به خود وقتی که اونی تنها میمانه. دوم بیگانگی، کسی که با افراد، اشیا، اجزاء پیرامونش که او را احاطه کرده اند بیگانه است، متجانس نیست با اونها، در سطح اونها نیست، با اونها تفاهمی هم همانند نداره، تنها میمانه، احساس تنهایی میکنه. انسان به میزانی که به مرحله انسان بودن نزدیکتر می شود، یعنی به مرحله که این موجود دوتا انسان تر است، احساس تنهایی در او بیشتر. می بینیم اشخاصی که عمیق‌ترند، اشخاصی که دارای روح برجسته‌تر و ممتازتر هستند، بیشتر رنج می برند از اون چی که توده مردم، عموم مردم هدف روزمره شونه و لذت عمومی شونه.
میبینیم کسانی که به میزانی که روح اوج میگیره اندیشه تعالی پیدا میکنه، از جامعه از زمان فاصله میگیره، در جامعه و زمان تنها میمانه. شرح حال حتی نوابغ را اگر بخونیم میبینیم یکی از صفات مشخص این نوابغ تنهاییشون در زمان خودشون، در زمان خودشون مجهولن، در زمان خودشون قریبن، در وطن خودشون بیگانن و اونها اثرشون، سخنشون و سطح اندیشه و هنرشون را در آینده میتوانند بفهمند. در زمان خودش به میزانی که این از سطح عموم و زمان بالاتر میگیره و اوج میگیره تنهاتر میگیره. خب این صدای دکتر علی شریعتی بود. در همین قسمت کوتاهی که پخش شد چند تا نکته داشت که برخورد شما رو با اون میخوام. گفت که در تمام اساطیر انسانی به انواع گوناگون رنج انسان تنهایی انسان. در جای دیگری گفت تنهایی زائیده عشق و گفت وقتی شما عاشق میشید حالا میخواید پیش بگید؟ بله آخه البته میشه این حرفا میشه زد، بعد خودشون هم باید تعبیر و تفسیرش بکنه. بلا من برگردم بگم در تمام گویی مثلا میلیون ها اساطیر رو یکی چک کرده دیده موضوع اصلیش تنهایی. من الان میتونم بگم که یه 10 تا 20 تا اساطیر، 50 تا اساطیر که من شنیدم توش موضوعش رابطم هست، عشقم هست، حرصم هست، خشمم هست، ترسم هست. خب این برای آدم بخواد یه حرفی بزنه من بیام برگردم شما رو نگاه کنم بگم جناب فروزنده دکمن، به دکمتون نگاه کنم، آخه اینا استدلال علمی نیست، یعنی یه حرف. در این عالم کمی 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 درسته، وقتی تعمیم پیدا میکنه حتما غلطه غلطه غلطه. یا در ادیان من خوشحال میشم ببینم که این ادیان کیان و بعد مایی که برخی از اوقات خیلی سند محکمی درباره این کتابا، چون تاریخش که خیلی مغشوشه، کتابا رو هم که نگاه میکنیم همچین آشکار برجسته نمیزنه بیرون که بگیم اینو همه ازش به عنوانی فهمیدن. من نمیدونم، فرض بفرمایید شما اگر به تورات نگاه کنید، به انجیل نگاه کنید، به قرآن نگاه کنید، به زند یا اوستا نگاه کنید، در تنهایی میزنه بیرون و موضوع اینه. نمیدونم اینکه بعدن شما تصمیم بگیرید که این ارتباط داره با عشق، من چیزی که نشوندنده ارتباط باشه، اگر فرض کنیم نشونده تنهایی به ترس مرتبطه، به میل انسان به دانایی مرتبطه، میل انسان به فرض بفرمایید بودن کنار دیگران مرتبطه، به پسند. خب اینا همه حرفا رو میشه زد، یعنی حرفا عرض کردم در یه حدی درسته. بعد بیاد ازش یه نتیجه گیری دیگه بکنید که آدمایی که یک ذره مثلا فاصله میگن اونا مسئله است، احساس تنهایی میکنن. چرا؟ من فکر کنم دانشجویان توی کلاس بیشتر تنها هستن و با هم مسئله دارن تا استادی که با هم ارتباط برقرار میکنه. بله ببینید اینا یه دنبالش دید میخوایم از توش چی در بیاریم، یا میخوایم چون دنباله صحبت یک کمی تو اون مسیر میره. بنده این مطلب رو شاید سالهای قبل شاید شنیده باشم یا دیده باشم، نمیخوام بگم ازش بی خبرم، ولی اصلا حاضر و ذهنم، اگر میذاشتید میگفتید این حرف کیه، میگفتم من چه میدونم. فرد بعد میخوان از توش دو چیز رو در بیارن، یکی این که مثلا یه آدمی رو علم کنن بگن این مثلا موجودی بود که چنین و چنان بود، اینو میفهمم. دومی که ما یه ذره اون بالاییم و ما یه چیزایی حس و احساس که میفهمیم، برای که فقط یه کسی میتونه این حرف رو بزنه که دو چیز رو مدعی باشه، یکی مدعی باشه که من اون بالاها، برای من چه میدونم بالاها کجا، و دومی که شماها که نمیدونید، یعنی هم حکم به علم من هست هم حکم به جهل شما. من ازش اینو میفهمم. خب اینا خیلی حرف و ادعاست. و بعدم ببینید جناب فروزنده، شما کمی کمی با من آشنایید، گفتگوی عقیده و نظر و اینا خب اصلا خیلی خوبه میشه شنید، اما وقتی پای اثبات و استدلال میاد از یه مسیری حرکت میکنه. یعنی شما یه قضیه هندسی رو بخواید اثبات کنید یه مسیر مشابه یه بحث فیزیکی یا شیمیایی تکلیفش یا بیولوژی تکلیفش روشن، اینجوری همین گونه نمیشه راجع به حرف زد. من این صحبت ها رو بازم جمله‌مو تکرار میکنم، میتونم بشنوم ولی من چیزی توش نمیبینم که از تو شما برداشت کنید مگر دلتون بخواد. اگه شما دلتون خواست بگید
همه ادیان اینو گفتن که مطمئنم کسی نمیتونه حتی راجع به یه صدم ادیان هم چه بله ادیان کجان پیروان ادیان هم کتابای این دینا این دینا چجوری تعریف میشن از توش این در میاد بعد این برجسته ترینشه حالا اگر فرض کنین گفتگو درباره محبت بود یا درباره احتیاج بود نمیشد این حرفا رو زد یعنی میخوام بگم همه این صحبت ها رو میشه که من ازش چیزی رو متوجه نمیشم اگرم روی یکیش بیستن که البته حالا ایشون نیستن ولی هر کسی دیگه بیسته شاید بشه با توضیح که میدن آدم بتونه بفهمه نظرشون و یا مطلبشون چه هست ولی بگونه ای که من شنیدمشون در حد یه شنیده یک بار اونم خودتون متوجه بودی صدا خیلی شفاف نبود ولی میشد حسن نه اینکه بگم متوجه مطلبشون شدم به نظر من اصلا به یک اعتبار حرفی گفته نشده یعنی یه صحبتی است که میشه گفت و رفت حالا اگر هستالی که شنیدید از قبل یه تیکش به نظرتون جالب جاذب یا درست آمده خوشحال میشم شما به عنوان نظر مدافع بکنم اگر امروز من موافق بشم شما رو از گاردتون بیرون بیارم و یه چیزی رو بگیرم در رابطه با سوالم مرد موفقی هستم شما یعنی... مرد موفقی هستید ولی تو این زمینه موفق نخواهید شد بینندگان عزیز پرسیدن که این برنامه لایو و میتونن پرسشی داشته باشن مطرح بکنن یا نه به موقعش که تلفن ها رو اعلام بکنیم که زنگ بزنید حتما میتونید از دکتر هولاکویی مستقیما هم بپرسید برنامه لایو اگر روز دوشنبه ساعت 6 تا 8 شب فردا شما صبح پخشش کنید خب همین حرفا رو میتونن بزنن نه بله فردا صبح لایو نیست ولی امشب لایو دیگه اگر دوشنبه دارن تلفن کن ساعت تقریبا 7 رو با کسی مثل دکتر هولاکویی گفتگو میکنی و توی برنامه‌ت هست همه چیزها رو باید مواظب باشی دکتر ولکن شریعتی رو شریعتی هم نتونست به من کمک بکنه هیچ کس به شما نمیتونه کمک بکنه شما تنهای تنهایی از خودتو دفاع خوب دکتر اینجوری سوالم مطرح میکنم چه رابطه ای هست بین عشق و تنهایی خیلی مشخصه باز منم با اجازتون گرچه شاید تکراریست من عرض کردم مفهوم تنهایی یک حال روانی است یه نتیجه گیری بسیار عمیق و سنگینه که فرد به اینجا رسیده که من بدم تو بدی زندگی بده رابطه بده نتیجهش بده و به همین است که آدم تنها هر چی بتونه میتونه دوری کنه و در موارد شدیدش ما یکی توی اختلالات شخصیت داریم اسکیزوید پرسونال دیسوردر شخصیت منزوی یکی اوایدن پرسونال دیسوردر شخصیت دوری گزین و بعد وقتی که میره تو حالتهای شدید تو اسکیزو افکتیو به عنوان یه بیماری یا حتی تو اسکیزوفرنی شما این تنهایی رو میتونید ببینید بنابراین ماجرای تنهایی انسان در حالی که اشاره کردم یه واقعیتیه معناش در ارتباطه هستالی توی صحبت مقدماتی چیزی اشاره فرمودید که انسان مثلا تنها یا چنین اصلا انسان وقتی فهمیده وجود داره که دیگری بوده امروز میدونیم که اصلا قبلا هم عرض کردم تعریف هیچ چیزی فقط با رابطه یا ارتباط مشخص میشه از نظر علمی میدونیم که ما اولا دیگران رو میبینیم و بنابراین عرض کردم لفظ توئه که مقدم و مقدسه تا من بعدن ما میایم بنابراین ما همیشه حضور و وجود دیگران داریم مهم اینه که من بودن شما رو به عنوان یه لذت، به عنوان یه شادی، به عنوان یه کمک، به عنوان یه کسی که نیاز و احتیاج منو برآورده میکنه یا هر چیز مثبتی نگاه کنم، پس به سمتتون میام و یا اینکه وجود شما رو ضرر و خطر ببینم و از شما بگریزم و حتی پنهان بشم آدم تنها فرضش بر اینه که همه چیز بده و نتیجه همه چیز بدتر خواهد بود به همین جهت است که اون شعر معنی داره این مفهوم تنهایی است حالا اینکه من اومدم تو امریکا خانواده‌ام ایرانم فکر کنم تنهاست یه بحثی باز بارها جناب فروزنده رو خط رادیو یا تلویزیون دوستان اومدن و اینو گفتن که من آدم مستقلیم و عرض کردم استقلال وقتی است که تو هستی ولی همچنان به یه اصولی معتقدی پایبندی باش بحث میکنی گفتگو میکنی استقلالی نیست که شما در رو ببندید و با کسی حرفی نزنید اون اسمش انزواست اون اسمش تنهاییه و همینجاست که یک مملکت و ملت مستقل کسی نیست که میگه ما با هیچ کس حرفی نداریم و کاری نداریم ما خودمون با خودمون هستیم این جداییست این انزواست این مفهوم در سطح اجتماعی مطرحه تو سطح فردی هم مطرحه بنابراین این گفتگو اینجا
به گونه ای که شما اشاره فرمودید اصلا معنا نداره. من روزی حتی احساس تنهایی میکنم که فکر کنم شما نیستید و شمایی که هستید برای من بدید، شما به من آزار میدید. جهان یک اتاق عمل و جراحی است که عده با کار و چاقو میخوان به من حمله کنن، پس بهتره من از شما فاصله بگیرم و در تنهایی خودم بسوزم و بسازم، برای که نزدیک شما بشم آسیب میبینم. این اون مفهوم تنهایی است. حالا اگر یک کسی تنهایی رو تو خونه نشستن میدونه، تنهایی رو چنین چرا میدونه، اون یه بحث دیگری است. یا مسئله بیگانگی یا الینیشنی که ایشون اشاره کردن که از اصلا از افکار مارکس میاد و ناشی از ارتباط کارگر با کاری که میکنه به خاطر خط تولید که ماجرای اسمبلی لاین هست که تازه در اروپا مطرح شد، برای اولین باری کسی که بیش از همه این موضوع رو مطرح میکنه مارکس، و اون الینیشنش قصه دیگری است که بین کارگر هست با تولیدش که موضوعها و مسائل خاصی رو به وجود میاره. بنابراین کوتاهش بکنم، بحث تنهایی چون به معنی بد آمدن از خود و دیگران هیچ رابطه‌ای با عشق که دو چیز داره، یکی خوش آمدن تا مرزی که تماشای اون آدم برای خودش بالاترین لذت هاست، و دوم من میتونم از همه چیز خودم رو دور کنم، به اون آدم برم و اونجا پلوی او به اصطلاح اوریان باشم، چون مفهومی که من نه سپری دارم نه دفاعی دارم، نه چیزی رو پنهان میکنم نه پوششی دارم. به همین جاست که در مفهوم عشق و صمیمیت شما نه حرف قصد اثبات چیزی دارید، نه دفاع دارید، نه حمله دارید، نه خجالت میکشید، خودتونید. و این اون مفهوم عشق که تو میتونی خود خودت باشی، نه ترسی داری نه پروایی داری، نه یعنی اوریانید، اوریانی. اصلا مفهوم عشق همینه. مفهوم عشق اینه که من احتیاج به دیوار ندارم. ببینید اصلا مفهوم عشق چی، اگر خاطر عزیزتون باشه اشاره کردم مفهوم عشق در اون مفهوم کانکشن مرحله چهارم حرف این است که شما دیوارهای وجودی رو که تمام عمرتون داشتید میندازید و تبدیل به پل میکنید که بیا، دیوار رو میاندازید که پل بشه، میندازید رو خندقی که کندید که خودتون از دیگران محافظت کنید. به همین جهته که برخی از آدم‌ها تو اون مرحله چهارم برای وحشت میگیرد، چون و مرحله پنجم دیتچمنت یعنی جدایی است، برای که من دفعه اوریان میشم. درست پس که هستاری میرید پلوی کسی، تمام راز و سر زندگیتون به اون میگید، و وقتی میرید خونه میگید چیکار کردم، یه روزی ازش استفاده یا سوء استفاده نکنه، یه روز کار دستم نده. این همون چیزی است که بسیاری از مردم برخی از اسرارشون رو هیچ وقت به هیچ کس نمیگن، برای اینکه نگرانن. اصلا خطری که تو رابطه‌های عاشقانه هست چیه؟ اینی که شما در اون مرحله عشق شما اینقدر بازید که حتی نظرتون رو، ای بسا خشمتون رو، حتی تنفرتون رو، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، از مادرتون به اون میگید، از اتفاقی که اصلا نمیخواید به ذهن بیارید به اون میگید، میخواید اون شما بشه، بخواید انقدر یکی باشید. اون مفهوم ترکیبه، مفهومی است که من و تو یکی هستیم، یعنی من اصلا هیچ پروایی ندارم. و به همین جاست که برخی از آدما بعداً پشیمون میشن که چرا این راز رو گفتن، چرا این حرف رو راجب مادرشون. دکتر، و این اوج عشقه؟ کجا؟ وقتی لخت میشید؟ ابسولوتلی، یعنی روزی است که اصلا اطمینان میکنید. روزی که ببینید جناب فروزنده، ما در دنیای همیشه بودیم، نه الان، یه دستمون شمشیر، دستمون سپر، برای که باید از خودمون مواظبت کنیم. دور خونه‌مون هم دیواره، یادتونه در گذشته دور شهر رو دیوار و بارو می‌کشیدن، خندق می‌کشیدن، دیوار می‌کشیدن، خندق می‌کشیدن که تازه برج و بارو بعد بعدم شرایطی به وجود بردن که نظر چرا. حتی من خودم شیراز رو یادمه، من خونه مادر بزرگم که می‌رفتم از دو سه تا راهرو دارون می‌گذاشتیم، این درو می‌بستن بعد می‌رفتن توی دارون، اینجا چند تا خونه بود، بعد می‌رفت اونجا باز بود، باز یه در دیگه بود، بعد پشت این درها بسیار کلون‌های بزرگی بود که می‌انداختن که شما با حالت عادی نتونید وارد بشید. چرا؟ برای اینکه ترس بود. شما یه چیزی که تو امریکا و لس آنجلس می‌بینید، چه تو همین کشور عرض کنم ناعم، می‌بینید بسیار از، یعنی بیشتر خانه‌ها اصلا حیات به اون مفهوم ندارن، چون شما کاملاً وارد دم منزلشون می‌شید و دم پنجره‌های طبقه اولشون. یعنی شما کاملاً، چرا؟ برای اینکه محافظت رو به گونه دیگه میکنن. کاری ندارم به درست و غلطش، قصد من مقایسه نیست، و شما در مقابل دیگران همینید. چرا هستاری رو خط تلویزیون راحتی؟ چرا من رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ برای اینکه بارها عرض کردم و این امیدوارم باز هر گونه برداشت میشه بشه، ولی عرض من رو بشنوید، من خودم رو خوب میدونم، بیننده و شنوندم خوب میدونم، بنابراین من خوب و با بیننده خوب، من چه پروایی دارم از اینکه عقیده‌مو بگم، نظرمو بگم؟ هرگزم معتقد نیستم هیچ عقیده و نظر من کاملا درسته یا اصلا درسته یا کامله،
همش پر عیب و نقص، ولی اصلا اهمیت نمیدم. همونطور که شما به راحتی کسی رو که دوستش دارید به راحتی، شما وقتی که فرض کنید عزیزانتون میان خونه، ای بسا با همون لباس خونه از اهمیتی هم به هیچ نمیدید، غذایی هم که دارید میخورید یا به اونا تعارف کنید بگید بیا خب همینو بخور یا مثلا بذار یه چیز دیگه از توی یخچال پیدا کنید. ولی اگر یه مهمون داشت باشید، مثلا به اصطلاح ما ایران مهمون رو درواسی دار، چیکار میکنید؟ از قبل خونه آماده میشه، غذاها یه چیز دیگه میشه. من و شما که میریم گوشت میخریم فرض کنید پوندی 2-3 دلار، حالا میریم 10-12 دلارشو فیله مینونشو میخریم، چرا براش رو درواسی داریم؟ در حالی که وقتی شما برادرتون اگه داشته باشید یا بنده برادرم بخواد بیاد، اصلا میام کی میاد کی میره، حتی بهش میگم بیا برو بخواب، ولی شما با مهمون این کارو میتونید بکنید، چرا برایش رو درواسی دارید؟ بنابراین وقتی من و شما نزدیک بشیم، اون عربی چیزی داره که بین الاحباب تسقط الاداب، بین دوستان آداب میره دنبال کارش ساقط میشه. واقعیت مسئله اینه. بنابراین موضوعش درست عکس تنهایی است. به همین جد است که دو تا اشکال اینجا وجود داره. چون این دو تا با هم در تضادن، هیچ وقت نباید به آدم تنها پیشنهاد ازدواج کرد. و هیچ وقت فکر نباید بکنیم که آدم تنها عاشق میشه. آدم تنها ممکنه جونش از دست خودش به لبش برسه و بعداً جرأت و شهامت آدمی رو داشته باشه که بخواد خودشو پرت کنه، که برخی از اوقات این پرت کردن مثل خودکشی است، ولی بعدش پشیمون میشه. به همین جد است که من همیشه عرضم این بوده که مبادا مشکل تنهاییتون رو با ازدواج یا رابطه بخواید حل کنید. بهترین کار این است که مشکل تنهایی رو حل کنید. مشکل تنهایی یک گرفتاری روانی است. ای بسا حتی یه شخصیت تنهایی شما دارید و اینو باید حل کنید. وحشتی که شما از دیگران دارید، احساس بدی که راجع به خودتون و دیگران دارید، اونو باید از بین ببرید. ولی با اینکه برید زن بگیرید یا شوهر بکنید که مشکل تنهایی حل نخواهد شد. خیلی خوشحالم این سوال در شروع برنامه با اون خنده های زیرکانه دکتر هلاکویی شروع کردم. این قسمت اخیر فرمایشات، چون البته همش، ولی باید چندین بار گوش کرد. به شما بینندگان عزیز توصیه میکنم این کارو بکنید، برای اینکه فوق‌العاده جالب بود. خواهشم از شما بینندگان عزیز اینه که در حد اقل زمان ممکن نظرتون یا پرسشتون رو مطرح کنید تا به همه وقت برسه در این فرصتی که ما داریم و شما بتونید به حال از صحبت‌های دکتر هلاکویی استفاده کنید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام علیکم، خسته نباشید. مرسی قربان، بفرمایید. از آقای دکتر هلاکویی یه سوالی داشتم در رابطه با اینکه آقای دکتر هلاکویی در طول سال‌های گذشته هزاران هزار ساعت در رابطه با مسائل خانه و خانواده و مسائل احترام پدر و مادر به فرزندان و برعکس و همچنین نوع تربیت و تعلیم مسائل خانوادگی شما برنامه‌های زیادی داشتین. یه مقدار راجع به شهامت و شجاعت هم یه مقدار راجع به مسائل با مردان صحبت بکنین که این عملا لازم یه کاره، نه تئوری نه زبونی. و اینکه الفبای دموکراسی رو بعضی که دم از دموکراسی میزنن خودشون دموکراسی رو رعایت نمی‌کنن، الفبای دموکراسی رو برای مردم تعریف بکنن. خیلی ممنون. من سپاسگزارم از محبت توجهتون. البته یک، میدونید من غالب اوقات برنامه ها مبتنی است بر پرسشی که دوستان مطرح میکنن و خودم تصمیم برای این موضوع نمیگیرم. دوم، به درستی اشاره فرمودید، یکی از اون 16 تا ویژگی عشق که قرار بود راجبش صحبت کنیم و نشد، بدون تردید شجاعته. چون اصولا عشق مال آدم نگران و یا ترسو نیست، مال آدمی است که توانایی قبول خطر و ضرر رو داره و به استقبال اون میره، و بنابراین مسئله شجاع. اما در خصوص ماجرای دموکراسی، بدون تردید مبحث دموکراسی یه بحث سیاسی است و در ارتباط با نوع حکومت و چگونگی تشکیل و تنظیم قانون اساسی و بعد ارتباط اون با مردم و رابطه مردم بر اساس اون قانون اساسی با حکومته. این یه قسم. اینکه ما بحث دموکراسی رو به اینکه چند روزه آزادی بیان رو یا حق بیان عقیده و نظر رو اعمال میکنیم، اون موضوعی است که در حالی که بسیار بسیار مهمه، متاسفانه موانع و محدودیت‌های خاص خودش رو داره. به طوری که شاید اشاره ای کردم، آمارا نشون میده در امریکا در یک سال از 300 خورده میلیون جمعیت یا 200 میلیون جمعیت بزرگسال، فقط 38 هزار تاش
دسترسی به وسایل ارتباط جمعی داره، یعنی تقریبا از هر 10,000 نفر یا چیزی نزدیک به این یک نفر یا 5,000 نفر یک نفر یا شاید حتی بیشتر، الان نمیخوام تقسیم کنم، یعنی اون موانع و محدودیت ها هست، ولی همینقدر که یه فرصتی برای بیان آزادی باشه شاید مسئله است، ولی این یه گرفتاری انسانی که ناچار یکی حرف بیزاره و بقیه میشنون و چون توانایی اینکه حالا 7 میلیارد نه 4 میلیارد آدم بزرگسال دنیا همه بخوان عقیده و نظرشون راجع به هر موضوعی بیان کنن جای گفتگو داره، ولی مطلبی که میفرمایید عمیق و اساسی است، یعنی باید سازمانهایی، نهادهایی، ارگانهایی و امکانات و وسایلی باشه که بشه حرفها رو زد و شنید و امید این است که با حسن نیت در جهت طرح و بحثش هستیم. به هر حال این مطلبی بود که در حالی که مرتبط بود در حاشیه موضوعی بود که شما فروزنده و من دربارش صحبت داشتیم. به هر حال سپاسگزارم از توجه. بینندگان عزیز، خواهش میکنم که پرسش‌هایی که مطرح می‌فرمایید در رابطه با موضوع برنامه باشه. امیدوارم که این شانس داشته باشیم برنامه‌های متعدد دیگری رو با دکتر هوراکویی باشیم، به مباحثی مثل دموکراسی، آزادی و از اینها هم خواهیم پرداخت. الان یه موزلی داریم به نام عشق. باور کنید عشق در جامعه ما مشکل کم اهمیت‌تری از آزادی نیست. درست گفتم؟ ولی همیشه شما درست میفرمایید، ولی شاید موزل شماست، موزل بدو بسیاری از بینندگان نیست، موزل اون دوست 92 ساله ما هم نیست. بنابراین خوشبختانه ایشون به سرمنزل مقصود و محبوب خب و معبود رسیده. اگر عشق اون باشه که شما خودتون هم طرف رو نفی میکنید هم بعد سعی میکنید که در جهت اثبات استفاده کنید. متاسفانه در این زمینه ای که اشاره میفرمایید کاملا حق با شماست. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم. بفرمایید. من عرض کنم، من میخوام صحبتمو با این اشاره بکنم که ببینید معروف‌ترین، خوشبخت‌ترین، شاید خوشبخت‌ترین رو ثروتمندترین و به هر حال آدمای موفقی توی دنیا مثل الویس پریسلی، مثل مرلین مونرو، مثل مایکل جکسون و این امروز هم ویلیام در حد اونا نبود. اینها با این من فکر میکنم من ثروت ندارم، موقعیتش رو ندارم، ولی اینها با اون همه ثروت موقعیت به هر حال حتما روانشناسای خیلی خبره هم در اختیارشون هست، آخر دست به خودکشی میزنن. من سالها برنامه آقای دکتر هوراکویی رو گوش میکردم، اینو فهمیدم که فرض کنید آرتروز دارم، چشمم گلوکوما دارم، دیابت دارم، همه اینا شاید قبلش نمیدونستم. 10 سالم زندگی میکردم راحت زندگی، ولی این همه درد رو الان فهمیدم، اما معالجه نیست. بعد خودم هم میرم این چه دردی از ما دعوا میکنه. من صحبت این دوستمون در ایشون اشارهش به این بود که ما شجاعت داشته باشیم، انقدر شهامت داشته باشیم، محافظه کار نباشیم وقتی که بریم با یه رژیم مبارزه میکنیم، نگه میخوایم بریم ایران بعد ما رو شناسایی میکنن. ثروتمندامون دو در از اون پولشون رو بیارن بدن به اون خانواده های زندانی سیاسی. منظور دوست قبلیمون من فکر میکنم بیشتر این بود. متشکرم. سپاسگزارم. من اجازه بدید چون مطلب بعدی موضوع فوق العاده مهمی بود، اما قسمت اول مطالبی که اشاره فرمودن سپاسگزار کنستم. حالا علت که حواسم رفت به یه دلیل خاص بود، من یه کنفرانسی داشتیم تحت عنوان خوشبختی و اتفاقا اشارهی که فرمودید هم عرض کنم، اون زمان مایکل جکسون نبود، خانم هیوستن نبود و ویلیامز هم که الان اشاره فرمودن، من اتفاقا درباره الویس پریسلی، مری مونرو و اون زمان آنا نیکل اسمیت صحبت کردم. فقط یه اشارتی میکنم، موضوع انسان دو تا چیزه، یکی آنچه هستم، یکی آنچه دارم. آنچه که دارم که با فعل به اصطلاح توهم و داشتن هست، هیچ وقت اون امنیت و آرامش و اون نظم رو در مغز برقرار نمی کنه. نبودنش چرا؟ من وقتی گرسنه‌ام به هم می ریزم، ولی اگر شما به جای یه پرس چلو کباب 100 تا پرس چلو کباب چلو من بذارید یا 10,000 تا بگذارید، فقط در ارتباط با خود من، نه اینکه من تونم ببخشم و هر چیز دیگه ای، فرقی نخواهد کرد. بنابراین موضوع اصلی و اساسی تو زندگی بودن هاست، شدن هاست، ماندن هاست، نه داشتن ها. بنابراین اون کسانی که اشاره فرمودید خیلی چیزا داشتن، ولی چون از درون نبودن گرفتاری بود. موضوع اصلی و اساسی در تحلیل نهایی من و شما هستیم. من همینجاست که بنده یه جمله‌ای دارم که همه هنر زندگی اینه که در من چه می‌گذرد
آن زمان که جهان در گذر است، مهم داخل من و شماست. شما فرض کنین همطور که اشاره فرمودید شهرت داشته باشید، معروفیت داشته باشید، محبوبیت داشته باشید، اما وقتی از درون آسیب دیدید، گرفتارید. الویس پرسلی اشاره کرد، الویس پرسلی بعد از که وارد یه محلی میشد که کنسرتی داشت و یه بسا ده ها دختر براش قش میکردن، بعد حتی روابط خاصی داشت که وارد اون بحثا نمیخوام بشم، وقتی که از اون منطقه دور میشد و وارد اتومبیلش میشد یا مشروب میخورد یا مواد مخدر، علت بود که تحمل خودشو نداخت. اشاره فرمودید به مایکل جکسون، 150 هزار دلار در ماه میده به یه نفر که بیاد او رو بیهوشش کنه که فقط بتونه بخوابه. شما فقط نگاه کنید نعمت یه آدمی رو که میتونه بخوابه، برای که یه کس دیگه 150 هزار دلار در ما میده بیا منو با داروی بیهوشی که تو اتاق عمله بخوابون. حق کاملا با شماست. به همین جد است که مسئله انسان مسئله اینی که در من چه میگذره، نه اینکه دوربر من چه میگذره. دوربر من وقتی بد و منفیه، بله، به همجاست که ما حداقل‌ها رو احتیاج داریم و اون چیزی که اشاره میفرمایید یه ذره برتر و بالاتر رفتن از خوده و اون داشته های خوده، اون زمانی که اون کسانی که مدعی شکرند که میخوان شکر کنند خدا رو، گفته شده که کمال شکر به انفاقه، یعنی روزی واقعا شما شاکر و سپاسگزارید که ببخشید، روزی که دیگران رو هم در اون شریک و سهیم کنید. و اینجا اون مطلبی بود که شما بهش اشاره فرمودید که من و شما قرار از اون رویه بسته‌ای که اولا فقط من و نه هیچ کس دیگه و دوم داشته های من و با او دلخوش بودن به هیچ جا نمیرسیم. هستالی اگر کمتر باشون روبرو شدید، من به دلیل کارم این فرصت و افتخار رو داشتم که با آدمای بسیار آگاه، با آدمای بسیار مشهور و با آدمای بسیار ثروتمند روبرو شدم و باورم کنید تو سی دی آوردم. مشکلی که ثروتمندان و رنجی که اونها از پولاشون میبرند بیشتر از رنجی است که فقرا از بی پولی میبرند. اینجا نمیخوام فقر رو توجیه کنم ابدا، میخوام عرض کنم که اون مسئله رو حل نمیکنه. شما فکر کنید به جای یه دست لباس 100 تا دست لباس داشته باشی و به جای یه اتومبیل 200 تا یا اتاق خواب داشته باشید. به همجاست که همیشه عرض من این بوده که آدم باید خیلی بدبخت باشه که خوابشو بفروشه اتاق خواب بخره، چون اون وقت تو اون اتاق خوابا باید از شدت بیخوابی قدم بزنه. این اون تفاوتی است که اینجا وجود داره. بفرمایید، خواهش میکنم. یا بفرمایید. بله بفرمایید. سلام، حال شما خسته نباشید. مرسی. یا بفرمایید در مورد ویدیو کلیپی که گوش دادیم. الو. بله بفرمایید آقا. در مورد ویدیو کلیپ دو شریعتی که واقعا منم نفهمیدم چی بود جریان، ولی سوالم اینه که از جناب دکتر فرهنگ خلاکویی که آیا عشق فقط میشه نسبت به یک فرد باشه یا میشه نسبت به یک شی؟ مثلا من در یک جایی میرم منظره خیلی خشن میبینم، این عاشق این منظره میشم یا عاشق یک ایدئولوژی میشم؟ البته جناب دکتر من کاملا قبلا سخنانشون گوش دادم، من به ایدئولوژی زیاد عقیده ندارم. ایدئولوژی سی مرغیه که به قول معروف میخوام بخورم بدون اینکه پوستش رو بکنم و اینا، همه جایی یه دفعه کرد میرم پایین. ولی در رابطه با ایمان و عشق آیا رابطه هایی هست؟ یعنی ایمان داشتن به یک چیز، به یک ایدئولوژی، به یک مذهب، این میشه ریشه دار بشه به عشق یا اینکه بی‌معنیست؟ ممنونم، مرسی. من فکر میکنم که جان فرزند قبلا این گفتگو رو با هستالی داشتم و فقط اشاره میکنم به دلیل که لطف فرمودید. من اصلا عشق رو حتی با جان فروزنده گفتگوشم، اصلا رابطه زن و مرد میدونم در یه رابطه ای که منجر به ازدواج و رابطه جنسی، برای که ریشه عشق تمایل جنسی است، میوش هم همونه. و بنابراین حتی عرض کردم که رابطه مادر با فرزند، حالا هستالی رفتی سراغ چیه، مادر به فرزند، عشق به خدا، عشق به همنوع، اصلا ماهیتا یه واژه دیگه میخواد، یه لغت دیگه میخواد، یه چیز دیگه میخواد. این مفهوم عشق برای من اونجا این معنا داره و از آغازم چون برای که اشکال و اختلاف پیدا نشه اون تعریف رو خدمت بینندگان خوب عزیز جان فروزنده عرض کردم. پس بنابراین ما اونجا گفتگو، اینکه یه کسی یه چیزی رو خیلی بخواد، معناش شما فرض کنید بخواید دکتراتون رو بگیرید، معناش اصلا فکر و ذکر شما، اصلا سلامتی مادرتون رو بخواید، اسم این عشق نیست. یعنی حرفی که میفرمایید متاسفانه آمده که وقتی ما یه چیز رو خیلی خیلی میخواییم، وقتی موضوع اول زندگیمون میشه، بلکه وقتی تمام ذهن من شما رو اشغال میکنه، فکر کنیم اون رو دوست داریم. من این فلانی عاشق کارشه، عاشق مادرشه، عاشق وطنشه.
من هیچ اشکالی نمیدم که بگیم یه حالی و احساسی داره، ولی لغت عشق رو مناسب با اون نمیدونم. به همین جهت است که برخی از اوقات دو چیز هست، یکی این که من عاشق اینم که دشمنم رو نابود شده ببینم، حالا چی کارش کنیم. من یا آدمی میتونم باشم بیمار باشم و به دلیل بیماری یه چیزی رو بخوام. بنابراین برای من عشق یه پدیده مثبت سازنده است که از اوج نه تنها احساس حتی به اخلاق مرتبطه و چون پایه در واقعیت داره، به همین جهت است که یه ترکیبی از واقعیت، اخلاق و مسئولیت رو با خودش میکشه، اون چیزی که ویژگی آدم سالمه. ولی اینکه من و شما بیایم بگیم یه چیزی رو خیلی دوست دارم، لس آنجلس رو دوست دارم که به زبان انگلیسی و فارسی میگیم، یا این آدم فرض کنین خیلی عاشق بسکتباله، بله، یا عاشق عروسکاشه، همه این حرفا رو میشه زد، ولی این مال اون زمانی است که کم میدونیم. و قبلا عرض کردم واژه ها قراره برای یه تعریف یا باید یه تعریف داشته باشن، وقتی چند تا تعریف دارن اون وقت نشون دهنده این است که دقتی در کاربردش نکردیم و به همین دست که گرفتار شد. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده. درود. قبل از که شما شروع کنید، برای من خیلی جای تعجبه، مثل اینکه آقایون بیشتر از خانما گرفتاری عشقی دارن و یا شهامت ابراز بیشتر. در اینجا فقط به شما میتونم عرض کنم که میفرماید کافر همه را به کیش خود بندارد، شاید این علتش این باشه. داشتیم آقای کرباس فروشان دیگه، به هر حال نیش عقرب نه از راه کین. بفرمایید، در خدمتتونم. خواهش میکنم. درود خدمت شما و با سلام و درود خدمت جناب دکتر هوراکویی. ممنون. قبل از هر چیز از اون بیننده 92 ساله دیپلمات شما تشکر کنم، سپاسگزاری کنم که ما رو به خودمون امیدوار کردن با توجه به تقرب سنی این بنده ناچیز و خودشون. ولی بلافاصله باید از آقای دکتر هوراکویی درگیر باشم که به کل با فرمایشاتون امید ما رو ناامید کردن. در ضمن اگر که بنا به فرمایش آقای دکتر این مسئله که به نظر ما هم خیلی منطقی میرسه داستان پول و مبادلات تجاری باشه که ما اهلش نیستیم، در نهایت هم با این تبصره که ما اگر اشتیاقش رو هم داشته باشیم عرض می شود جرأت و شهامتشو نداریم، مثل خود جناب آقای فروزنده. شب شما و آقای دکتر و بینندگان و شنوندگان بخیر. دوست خوب و عزیز، اشکال به سن من و شما نیست، اشکال اون دختر خانمایی که ایشون دارن پیدا نمیشه. بنابراین شما مایوس نشید قربان، انشالله اونا سراغ شما بیان. به ما امید داد. بله، آقای کرباس فروشان یک نویسنده طنز پردازن، خیلی مرد خوش قریحه است، یکی از این تلویزیون های 24 ساعت هم مدتی است که برنامه دارن، فوق العاده شوخ‌طبع هستن. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، با درود به شما. درود. من یک سوالی که دارم از آقای دکتر هوراکویی اینه که مسئله تنهایی یک به اصطلاح اصل وجودیش آیا به اندیویجوالیزم یا فردگرایی بر نمیگرده که خودم محور باشم، به قول معروف به همه بحر من، منم بحر خودم، یعنی همه چیزا رو برای خودم و محور اصلی خودم و به قول معروف به شکل سوشال اجتماعی نگاه نکردن به مسائل و محور خود فردگرایی باعث تنهایی نمیشه در طولانی مدت و این فرهنگ تبلیغ میشه و در تمام زمینه‌های زندگی فردی یک شهر، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی جلوه‌گر میشه و کاملا در تضاد با فرهنگ قدیم ایران که همون بنی آدم ارزای یک دیگر هم آخرش میگه تو که از محنت دیگران بیرانی نشوید نامن آدمی، یا اینکه دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم تا دیگران بخورن، کاملا این اصل اجتماعی یا مقابل اندیویجوالیزم فردگرایی که به شکل سوشیالیزم میشه این از بین میره. متشکرم. این سوال داشتم، آیا اندیویجوالیزم باعث تنهایی نمیشه؟ خیلی متشکرم، موفق و پیروز.
سپاسگزارم از پرسش بسیار مهم و دقیقتون. اجازه بدید که یکی ببینیم مسئله فردیت یا ایندیویدوالیزم چیه. فردیت یعنی این که همطور که من و شما این بدنی که داریم با پوستمون از بقیه جدا میشه، ما به این فردیت برسیم. کودک بین 1 تا 3 سالگی مرحله سپریشن ایندیویدویشنش رو میخواد طی کنه، یعنی میخواد ادعای استقلال بکنه، این که قاشق از دست مادرش میگیره میخواد خودش بخوره. بنابراین مسئله فردیت معناش نفی دیگران نیست، معناش در حقیقت یافتن یه پوست روانی یا سایکولوژیکال اسکینه که من از شما جدا هستم. و میدونید در مباحث مربوط به حرمت نفس ابتدا باید نفسی باشه، من از شما جدا باشم تا معنی پیدا کنه. اینی که در اجزای دهگانه سلف استیم یا حرمت نفس گفته میشه که من منم و تو تو، این شماره یک. دو، اصلا همطور که عرض کردم من بدون تو معنا پیدا نمی کنه به هیچ وجه. پس بنابراین فردیت مانع پذیرفتن و ایجاد ارتباط با دیگران نیست. اون که اشاره فرمودید از نظر تاریخی بحث درستی است که حتی جوامع شرقی در مقابل جوامع غربی به صورت ما یا حتی آنها، نه ما، آنها و دیگران زندگی میکنن و بنابراین همیشه بقیه درگیرن، در حالی که در اینجا یه مرحله دیگری هست. ولی اینکه کدام در حقیقت مرحله پیشرفته یا عقب مانده است، اونو میشه بحث کرد. اما اجازه بدید مطلب رو اینگونه خدمتتون عرض کنم. به شما بگن دو تا جامعه داریم که من توی جامعه چراغ بر میدارم خونه کسی رو روشن کنم، یه لیوان آب بر میدارم که تشنگی یه نفر رو رفع کنم. این البته همیشه در موارد ضروری درسته. یه جامعه دیگه بگه نه، ما میایم یه کاری میکنیم که همه تو خونهاشون برق باشه و همه تو خونهاشون لوله کشی آب باشه. بسیاری از جوامع مسئله رو به اون صورت جمعی که شما اشاره فرمودید نمیبینن، مسئله رو به صورت اجتماعی میبینن که گونه دیگری است. به بیان دیگه بسیار تفاوته که من همگونه که سعدی بزرگوار گفته، شما هم اشاره فرمودید، من باید از درد دیگری با خبر بشم، ولی در دنیای امروز قرار نیست همدرد او بشم، من باید از درد اون یا که درد مشترکیه به قول شاملو با خبر بشم، اما قرار دوا و دکتر کسی باشم. ما در طول تاریخ دوا و دکتر هم نبودیم. ما خیلی که هنر میکردیم همدرد بودیم، اونم برخی از وقت در ظاهر و در باطن مسئله ما و مشکل ما چیز دیگری بود. این اون تفاوتی است که وجود داره. بنابراین کاملا باهاتون موافقم که یه زمینه تاریخی و فرهنگی است. کاملا متوجه مسئله این که فردیت میتونه ما رو به مرحله خودمداری و خودمحوری و خودخواهی برسونه هستم، ولی نمیخوام این جسارت رو بکنم که تو اون جوامعی که دیگران درگیرن غالب اوقات فقط یه بازی اجتماعی است که ما داریم و به همجاست که اهمیت چندانی به دیگران نمیدیم و بعد در مسیر به وجود آوردن سازمانهایی برای اینکه به همه رسیدگی بشه نداریم. بله، همیشه در مواقع ضروری من قراره به همسایه‌ام یه لیوان آب رو بدم، ولی اگر من وارد سیستم و سازمانی بشم که خونه همه آب داشته باشه، احتمالاً اون راه بهتری است. فردیت خودش به خودی خودش احراز مقام فردی و شخصی وقتی با آزادی و آگاهی و استقلال و مسئولیت و مهربانی و انصاف و سازندگی همراه باشه که ویژگی‌های انسان عاشق و انسان خوشبخته، به نظر من در تضاد نخواهد بود. به همینجاست که گفتگو رو میشه داشت که اگر مواظبش باشیم احتمالاً به اون ورطه نمیافت. دکتر وقت برنامه تمام شده، ولی من میخوام 2 دقیقه بر خلاف عادتم تجاوز کنم از این مرز و سال آخرم رو شما در 2 دقیقه جواب بدید. دنیای بدون عشق چه شکلی میشه؟ یعنی دنیایی که تو اون عشق نباشه. خب، چون باقی میمونه هست، ولی چجوری میشه؟ خب من فکر میکنم اولا چون اونو به وجودش نمیاریم. حالا یه ذره شاید یه جور دیگه از حرفتون میفهمم، شما یه نگرانی دارید که دنیا به اون سمت میره. من درست برعکس معتقدم در گذشته عشق نبوده، حالا عشق سر کلش پیدا شده. ولی شما من بگید یه دنیا رو شما تصمیم میگیرید از عشق خالی کنید، میگم در حقیقت یه رابطه مکانیکی است که غذا که در بدن من از یه مسیر بیولوژیک و فیزیولوژیک خودش میگذره، در ارتباط آدم ها ما به اونجا میرسیم و به همجاست که عشق یه احساس و هیجانه و من شما به کنار اون احساس و هیجانهای مثبت و منفی داریم، شادی داریم، غم داریم،
امنیت داریم، نگرانی داریم، خشم داریم، همکاری و یاری داریم. بنابراین اینا هیچ وقت از بین نمیرن، نگرانش هم نباشید. اگر شما رو فهمیدم، ولی اگر شما دنیا رو از عشق خالی کردید که دیگه چیزی در دنیا احتمالاً به عنوان انسان نمیمونه. آخر کار ما میشیم مثل ماشین و یا میشیم مثل گیاه اگر تازه خیلی هنری بکنیم. بینندگان ارجمند، خیلی متشکرم آقای دکتر. به پایان برنامه رسیدیم. هفته آینده باز هم موضوع عشق رو با دکتر هلاکویی ادامه خواهیم داد و فرصت هم خواهد بود برای شما که تعدادی سوال رو بتونید مطرح کنید. از اینکه تشریف آوردید یک بار دیگه سپاسگزارم.